یک ویدیو کال گروهی که توسط یه روح وحشت داشت مورد حمله قرار میگیره. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلمی آوردم به اسم هاست مثل 2020 که سبکش کلاً دوربین‌های وبکم گرفته شده، شبیه فیلم آنفردده که قبلا توی کانال گذاشتم، میتونید از اینجا تماشا بکنیدش. ترس فیلم بالا، هیجان خیلی خوبی داره و به نظرم پیشنهاد خوبیه که یه بار با دوستاتون بشین رو دور هم تماشا کنیدش. اگرم حوصله‌شو ندارید پس با من باشید که بریم خلاصه فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌ای خشنشم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم هیلی رو میبینیم که توی خونه تنها نشسته. لپتاپش جلوش رو میخواد از توی برنامه زوم یه دونه ویدیو کال گروهی با دوستاش ترتیب بده. دوستاش یعنی جما، کارولاین، اما، رادینا و تری. در حالی که تماس داره برقرار میشه صدای عجیبی از اتاق دیگه میاد. هیلی با نگرانی میره بیرون و یه رفی در کمد باز میشه و یه سری لوازم میفته. با نگرانی میره سمت پنجره که صدا ازش میاد و میبینه که یکی از دوستاش یعنی جما همون پشت وایساده و داره با سنگ به شیشه میزنه. اینجا باید بگم که توی این فیلم به خاطر کرونا دوستان نمیتونن دور هم جمع شن، برای همینم آنلاین با هم صحبت میکنن. دلیل اینکه جما داره به شیشه سنگ میزنه اینه که از هیلی بخواد توی گروه قبولش بکنه چون نمیتونه وارد بشه. هیلی هم متوجه میشه و اون کارو انجام میده. خلاصه در حالی که منتظر بقیه ان، هیلی و جما یکم صحبت میکنن و میفهمیم که قرار امروز کار عجیب انجام بدن. هیلی یه نفر رو پیدا کرده که مراسم احضار روح انجام میده و قراره اونم توی گروه اد کننش و با همدیگه یه مراسم برای تفریح انجام بدن. دونه دونه بقیه دوستاشون هم عضو میشنن و وقتی که ردینا میاد توی گروه میبینه که با دوست پسرش داره دعوا میکنه و یه لحظه صداشو قطع میکنه تا بره و با همدیگه بحث کنن. آخر از همه هم دوستشون تدی عضو گروه میشه که میبینیم رفته خونه دوست دخترش جینی، یه خونه خیلی خفن ویلایی که استخر و همه چی هم داره. تدی هم با ذوق بقیه دوستاش همه جای خونه رو نشون میده. بعد صحبتاشون هم هلی میگه که میخوام اون دوستامو عد کنم که کار احضار روح رو شروع کنه، فقط خیلی با ادب باشید، مسخرهش نکنید چون اگه ناراحت چه همه چیز به هم میخوره. اونا هم قبول میکنن. چند لحظه بعدم سیلن یا همون کسی که قرار این مراسمو شروع بکنه عضو گروه میشه، یه زن تقریبا میانسال که خیلی هم انگاری چیزی میفهمه. سیلن بهشون میگه که یه شمع جاتون روشن بکنید چون این شمع قرار مثل یه راهنما برای روحهای اطرافتون باشه. اونا همه سمت این شمع میان و وقتی که خاموشه یعنی یکیشون کنار شما رسیده. اونم همین کار رو انجام میدن و میبینیم که تدی وقتی که داره خیلی حس میگیره دوست دختر جینی همیاد و اذیتش میکنه. آخر هم از تماس خارج میشه و میگه چند دقیقه دیگه میام. وقتی قطع میشه هیلی رفیق میگه یه دست روی شونم حس کردم و همه متعجب میشن. جما هم از اتاق خودش جیغ میکشه. همه میگن چی شد و اون میگه که یه نفر رو دارم کنار خودم میبینم. سیلن بهش میگه که آروم باش و ازش بپرس کی، شاید بشناسیش. جما هم یکم فکر میکنه و میگه که روح یکی از دوستهای قدیمیمه، دوران بچگی همش با هم دیگه بودیم و در آخر جون خودش رو گرفته بود، الان دارم کنار خودم میبینمش. بعدم میزنه زیر گریه و وقتی که سیلن میخواد بگه ازش چی بپرس یه رفعه تماسش قطع میشه. جما دست شجلوی صورتش برمیداره و به دوستاش میفهمونه که فقط داشته مسخره بازی در میورده و هی میخنده. بقیه هم همراهش میکنن غیر از هیلی که خیلی عصبانی شده. خلاصه که تا وقتی سیلن دوباره بیاد توی گروه بقیه میرن به کارهای خودشون برسن و وقتی که تماسا هنوز برقراره ببینیم توی اتاق جما شمع شرفی خاموش میشه. بعد مدتی هم برمیگردن و این خاموش شدن شمع رو جدی نمیگیرن. حالا هیلی شروع به بحث با جما میکنه، بهش میگه چرا همه چی به مسخره بازی میگیری و خلاصه یه دعوای بینشون شکل گرفت و وسطش یه رفعه صندلی هیلی به عقب کشیده میشه. همه ترسیدن و خوششون زده و چند لحظه بعد هیلی میاد جلو میگه فکر کنم یه روح توی اتاقمه، من به این چیزا باور دارم و باید سعی کنم باهاش صحبت بکنم. همین لحظه یه صدای دیگه از پشتش میاد و بلند میشه که بره ببینه صدای چیه. لپتاپم با خودش میبره اما هیچ کسی بیرون نیست و برمیگره به اتاق و حالا نوبت کارولاینه که از اتاقش یه صدایی میشنوه. میره دنبال صدا و میفهمه که از اتاق زیر شیروانی میاد، برای همین هم نردبونو پایین میکشه ولی میترسه که بره بالا. پس به جای این لپتاپ خودش رو میگیره بالا که بقیه دوستاش ببینن و مطمئن شن اونجا کسی هست یا نه. همطور که داره لپتاپو میچرخونه بقیه متوجه پای یه آدم روی هوا میشن. سری بهش میگن اونجا فاصله بگیر و در قفل کن، اونم همین کارو انجام میده. برمیگره به اتاقش و خیلی ترسیده و حالا نوبت هیلیه. با لپتاپش به اتاقی که ازش صدا میومد میره و به دوستاش میگه اونو میبینید؟ همه میگن نه هیچی اونجا نیست و هیلی با دوربینی که داره یه عکس از اتاق میگیره. وقتی که عکسو بهشون نشون میده همه متوجه یه جنازه میشن که روی اتاق انگاری معلقه. خیلی حالا وحشت زده شدن و یه رفعه لیوان اما هم کلن میشکنه.
ترسشون 100 برابر شده و هیلی سری به سیلن زنگ میزنه. داداشش پرسه که چرا نمیاد تو گروه. سیلن میگه برام یه مشکلی پیش اومده و هیلی بهش میگه که چه اتفاقی افتاده و داره چی میشه. سیلن میگه شاید کار همون دوست قدیمی جما، شاید اون داره این کارا رو میکنه و جما اعتراف میکنه که داشته مسخره بازی در میآورده. سیلن عصبانی میشه و میگه پس واسه همینه که داره این اتفاقا میفته. شما به دنیای ارواح بی احترامی کردید و حالا معلوم نیست که چه کسی کنارش رو میخواد چیکار باهاتون انجام بده. دروغی که جما گفت انگار یه شخصیت خیالی و دروغی برای بقیه خلق کرد و روح‌ها میتونن از همین شخصیت خیالی مثل یه ماسک استفاده بکنن و وارد زندگی شماها بشن. اینطوری میتونن هر بلایی میخوان سرتون بیارن. دروغی که جما گفت مثل اینه که یه دونه دعوتنامه همینطوری رو هوا بفرستی و هر روحی که دلش بخواد میتونه حالا وارد دنیای ماها بشه. سیلن میخواد بگه که چجوری جریان رو تموم بکنید، اما همین لحظه چراغ اتاق همه دخترها قطع و وصل میشه و تماس هیلی هم از دست میره و دیگه نمیتونه به سیلن زنگ بزنه. از اونجایی که هیلی قبلا هم این کارها رو انجام داده میگه من میدونم چجوری باید جلسه احضار روحو تموم بکنیم. به همه راهنمایی میکنه که چه حرفایی بزنن و چه جوری از روحا معذرت بخوان. بعدم همه فکر میکنن که تموم شد و یه نفس راحت میکشن. چند لحظه همه چیز ساکته تا اینکه رادینا از جاش بلند میشه و داره با لپتاپش حرکت میکنه که میبینیم پشت سرش پای یه نفر معلومه که از سقف آویزون شده. اونم کسی نیست جز دوست پسرش، ولی خب رادینا متوجهش نمیشه. بعدم لپتاپو یه جایی میذاره و حالا که خبری از دوست پسرش نیست با نگرانی داره دنبالش میگرده. هلی هم یکم ترسیده چون میدونه که هنوز یه جای کار میلنگه. همین لحظه است یه رفعی صورت کارولاین با سرعت توی وبکم کوبیده میشه و انقدر اونجا میکوبنش تا از دست میره و تماسش هم قطع میشه. بقیه خیلی وحشت زدن و اما رو میبینیم که از توی دوربین گوشیش یه دونه فیلتر گذاشته و همینطوری دور خونه رو نشون میده. یه رفعی فیلتر انگاری رو صورت یه نفر میفته که اصلا مشخص نیست. یاد فیلمایی که تا حالا دیده میفته و یه دونه قوطی نمک برمی‌داره و همینطوری دور تا دور خونه میریزه که اگه کسی از رو رد شد رد پاشو ببینه. یه رفعی تمام کابینت‌های آشپزخونه با سرعت باز میشن. خیلی ترسیده و اطرافو نگاه میکنه و میبینه که از اون طرف نمک‌ها یه نفر داره با سرعت میاد سمتش. اما هم که حسابی ترسیده همینطوری میده و یه جای خونه‌شون قایم میشه. میریم سراغ صفحه رادینا. بالاخره از اتاق دیگه میاد بیرون و هنوز دوست پسرش رو پیدا نکرده. با تلفن زنگ میزنه که یکی بپرسه دوست پسرش رفته بیرون یا نه و یه دفعه از بالا سرش جنازش میفته پایین. رادینای وحشت زده میدوه سمت در خروجی، ولی روی که اونجاست اونو با سرعت میکشه داخل و کارش جلوی دوستاش تموم میکنه. دوباره میریم سراغ کارولاین. روی لپتاپش چجوری تنظیم کرده که وقتی کاری داره یه دونه فیلم از خودش نمایش داده بشه. این فیلم داره پخش میشه و یه دفعه صورت خونی کارولاین رو میبینیم که همچنان داره با قدرت به کیبورد کوبیده میشه تا جایی که اونم دیگه دست میره. فقط هیلی و جما موندن که یه دفعه صندلی هیلی با سرعت کشیده میشه و یه نفری انگار اونو از پاش میگیره و از اتاق میبره بیرون. جما که ترسیده با سرعت بلند میشه و میدوه سمت خونه یک هیلی که خیلی هم بهش نزدیکه. غیر این دو نفر و امایی که تو اتاقش همچنان قایم شده، صفحه کارولاین همون فیلم مجازی رو داره نشون میده و صفحه رادینا هم سقفو نشون میده که ازش داره خون میریزه. همین لحظه است که دوست دیگه شون تدی بالاخره به تماس برمیگرده. خیلی خوشحال و اصلا جریان خبری نداره. میپرسه بقیه کجان و خب امو هم که قایم شده نمیتونه صحبت کنه و خیلی آروم داره میگه هیچی نگو سری برو بیرون، ولی خب تدی متوجه نمیشه. یه رفعی چراغهای خونه اونم قطع میشن و حالا اونم توی این احضار روح گیر کرده. اما خیلی یواش میگه که سری فرار کن، فقط اونجا دور شو، ولی خب تدی متوجه نمیشه و چراغ قوه گوشی روشن میکنه و شروع به گشتن توی خونه میکنه. با وحشت دوست دخترش میبینه که روی هوا معلقه. هر روی که اونجا هست دوست دخترش رو گرفته و جلوی چشماش گردنش رو میشکنه. بعدم میاد سمت تدی و اونو میندازه زمین، روی کمرش آتیش درست میکنه و این پسرم از دست میره. حالا فقط اما توی این تماس گروهی مونده که صدای از اتاقش میشنوه. به آرومی میاد بیرون و یه دونه پتویی که کنارش رو سمت در خروجی پرت میکنه. پتو روی هوا معلق میمونه و انگار روی نفر افتاده. اما سری میره سمت پنجره تا از خونه فرار کنه، اما روی که اونجاست پرتش میکنه بیرون و جون اونم از دست میره. جما رو میبینون که بالاخره به خونه یه هیلی میرسه. میخواد کمکش بکنه و دوتایی از جاشون بلند میشن. هیلی همون دوربینش دستش رو عکس میگیره و همین لحظه است که روی که اونجاست با قیافه فوق العاده وحشتناک به هر دوشون حمله میکنه و جون اونا رو هم میگیره. تیتراژ پایانی فیلمم مثل لیست مخاطب های گوشی نمایش داده میشه و
اینجاست که فیلم به پایان میرسه. به نظر من یکی از بهترین نکات این فیلم واقعی نگری زیاد از حدشه. یعنی شما خیلی طبیعی نگاه میکنید فیلم و حس میکنید برای خودت هم داره اتفاق میفته. چون فیلمش این حس رو بهتون نمیده که بودجه زیادی سرش بوده یا هالیوود ساختارش، اصلا همچین حسی رو نمیده. انگار داری بدی مکالمه چند نفر از دوستاتون گوش میدید. و خب همینم به نظرم باعث میشه که نمره فیلم 99 از 100 باشه توی راتن تومیتوز. آقا ببخشید پایین مونوپادم به فنا رفت، مجبوریم مدت از این کادر ادامه بدیم. ببخشید اتاقا برام ریخته است، سری بعد جمع جورش میکنم. خلاصه که داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که نقطه های قوت فیلم چیه. یکی دیگه نقطه های قوتش به نظرم فیلم برداریشه. همونطوری که میدونید خب فیلم خیلی ساده است، یعنی کلا صفحه لپتاپ شما دارید میبینید، اما همینطوری که لپتاپ ها رو تکون میدن و هیجانی که تو فیلم داره واقعا شما رو میخکوب نگه میداره. هرچند که خب میدونیم واقعیت این چیزا رد شده، یعنی این داستان های روح و اینا همش مسخره است، ولی در کل نمیتونید شما هیجان فیلم و این استرس بالاش اصلا انکار بکنید. خیلی از بیکن نقاط خیلی